جلسه شعرخوانی آنلاین با حضور محمد آزرم، شاعر، نویسنده و منتقد ادبی. محمد آزرم متولد تهران است و سال 1371 به طور حرفه‌ای در حوزه ادبیات در مطبوعات قلم زده است. از کتاب‌های او در حوزه تئوری ادبی و شعر تجربی می‌توان به بوتیقا در انحنا، هوم، عکس‌های منتشر نشده، گزیده‌ای از سروده‌هایش در خلال سال‌های 72 تا 76 و کتاب اسمش همین است محمد آزرم، گزیده‌ای شعرهایش در سال‌های 76 تا 81 اشاره کرد. از او مقالات بسیار متنوع و متعددی در دهه اخیر در زمینه تئوری ادبی به چاپ رسیده که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد. نظریه پردازی شعر متفاوت به عنوان موقعیت جدیدی در شعر نوشتاری، خانش انتقادی شعر پس از نیما به ویژه چهره‌های شاخص جریان شعر نیمایی، توضیح و تبیین مفهوم پرفورمنس یا اجرا در نوشتار، برگزار شده در گروه تلگرامی رسانه ادبی هنری کنسفر مورخ 10 آبان ماه 1400. در ادامه چند شعر از محمد آزرم را که به صورت اختصاصی برای همین نشست آنلاین خواندند با صدای ایشان میشنوید. شعر الف از کتاب آیا. بینامیست زیر نام خود جاری و کسی را یارای آن نیست، مگر لبه که اهالی خود است، وقت را جا می زند، بنا را راه می کند و باز لبه است. ضرب در عده‌ای که دیگری ندارد و به قصه می افتد، گشوده است در کنار، در اختیار، قرار می دهد چندانی از خود، ولی دربارش به زبان ندارد. دیوارها را رنج می زند و کسی را یارای آن نیست، اشاره را روبروی مرآت البلدان می گذارد تا بشنود. اهل آنجا وقتی دشمن برای آنها به هم می رسید در زیر زمین می شدند تا در معجم البلدان بخواند. اوقات ایشان بیشتر است اما نسبت ندارد جز خلاف، می پیمایند روز را به خواب و شب را در شکاف. قلم رو می رود با جوهر، بر می گردد بی هر تا دیگری را فضا کند. سطحی است که هنوز در آن هنوز نیست، هر چیزی است که مادر می پوشاند و باز می گردد به همان که نمی داند و بعدها فراموش می شود. شعر یا از کتاب آیا. دنش و پیمردم نت بکت سای زیچر هت سین زونه نارد زونه هکت سای خوتس و پیمردم نت بکت سای زیچر هت سین زونه نارد زونه هکت سای مردم نت بکت سای زیچر هت سین زونه نارد زونه نت بکت سای زیچر هت سین زونه بکت سای زیچر هتسی کتسای زیچر زیچر. بینامیست در لبه فامی که نفوذ می کند به ساکنان خودش، معوا بی گذشته نیست، محضش بگیرد زمان متحد می کند، با تنین رگها در چیرگی اعصار دیگری می سازند، مدیترانهی که خودش را در زمن می گذارد. اینها درها واحدند، سادها در قاف، دانش شده در حال، دارند نه ظهور بر ضمیر، نه نور بر امثال، لا هوت و لا عین الا الحال. ولی این که میبینی دیگری است که از مختصرم به دانش میزند،
به خصلت انحنا می دهد شرق را جهنده کند، تا آنچه ندارد با روح جبران شود و تبار تبار را افشا کند. باشد که زهر از بازو بریزد و در گوشها شکست بخورد. شعر الف از کتاب آیا. یا حضرت دارم هرچه رسیدنیست، یعنی ندارد صدا کنی به تعدادم، قطع در قطع برگردانی به دیدن از دست، پرت از وقت در ریزی به رفتن از سر، تا فصل بماند و تن به تای دیگری مفصل. شعر یا از کتاب آیا. هر که پرسید نحو، گفتم دنیا در گوش متفرق تر بود، زبان اغلب نداشت و وارد به اوقات نمی شد، بقیه می زد قبضه می فشرد، چیزی پنداش توسط آفریده شد، یک دار و یک است که هرگز شکلی نداشت، در آسمان زنی بر آفتاب و آه زیر پایش، بی عدد بر می داشت می ریخت و حیات را خلوت نه، قرمز نه، اصلا نه، انزوا پیش زن که می زایید ایستاد. شاید هزار دورانی باشد که آتش طراحی می شد، خواننده تشکیل و بیماری اکتشاف روابط بود، از نیستن به تن که پاداشی جز ارائه نداشت، تلس می ساخت و در استخوان آدمی گذشته را سرعت می داد، تا چون بزاید او بلعد و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد. انحنایی که بیخمش را 7 سر و 10 شاخ بود و بر هر سر 7 افسر. آنها می گویند من ویرانه این شیء هستم و همگی هستم. شعر الف از کتاب آیا. استثنایی که از خودکشی راهی برای سرکشی به ابرها می سازد و خمش سلس آسمان به زمین ریخت. ابودلف محلهل اشاره کرد در چرخشت بزرگ خشم خدا ریخت. ای پسر انسان از رگها افسردگی مکن، اترانگی کن که در ترک جهان تنها ترک جهان باقی می ماند. تعمید کن با اعلام تن به افتادن، تا زن فرار کند به بیابان نه، به مهیا نه، به قرص و مداد و یک گوشی که صدا را خطیر می کند. برای تمرکز در چیزی که توسط ندارد، همیشه یکی در معرض مختلفتر است. یکی در پوشه فرستاده می شود به نور و ما در جدول‌ها پرورده می‌شویم. شعر یا از کتاب آیا. زبان وظیفه من بود، از کجا به جاری می رفت؟ زبان کشف من بود، از لبه به در می رفت. زبان اوج من بود، از روز به جوهر می رفت. زبان
صرف من بود، از زمین به اوقات می رفت. زبان نقد من بود، از نسبت به فضا می رفت. زبان مشت من بود، از خواب به بیهر می رفت. زبان غلظت من بود، از تن به هنوز می رفت. زبان غبار من بود، از فام به ساکنان می رفت. زبان استخوان من بود، از مأوا به محض می رفت. زبان اختراع من بود، از تنین به ضمن می رفت. زبان شرارت من بود، از عین به اعصار می رفت. زبان چهره من بود، از دانش به نفوذ می رفت. زبان زمیمه من بود، از لاهوت به امثال می رفت. زبان تداعی من بود، از خصلت به انحنا می رفت. زبان انفجار من بود، از شهر به شبهه می رفت. زبان اصرار من بود، از نظر به تدریج می رفت. زبان تن من بود، از هوا به سکنا می رفت. زبان دور من بود، از چشم ها به چیست می رفت. شعر الف از کتاب آیا. بعد نیامدند و محاوره در مشت کردند، گره بودند و گردن به اطراف کشیدند. بر تپه کنار چشمه در دوران دیگری، در طول همین رشته که بیرون راندن دیگری از خود وقوع در رکن بود و مقطع نبود، پایان هزاره به این منطقه کوچ کرده بود. شب یمانی نه، مراتب به آبی رقم خورده بود، سرطان و نهری نه. خطیب بغدادی متواری به سال 463 هجری اشراق از زیر کلاه افشا می کرد. ورای یادی ای دار لال وری، روی آهی هلال ور دایرهی، روی لا دیوار. هنوز نمی دانیم وقت چه وقت کبود آمد و دوران گرفت. هم همه بود که ذراتش به رگ می ریختند. الف واف لام غین در غین هنوز و ها در هیچ گونگی، غین در غین به روز و هوت در ماندگی، ای می در نمی ها بدونگی. جهانگرد انگلیسی به سال 1818 میلادی به استناد یکی از ساکنان باد نوشت: ما روانی زبانها به عنوان هوا مجذوبیم و در قطبها قوتور. روی زمانی که بر ما معلوم نیست ابتلا در فاصله حفر می کنیم که خانه‌ای شنیده شود سطحی تنیده به قامتی که تخمیر می شود. شعر یا از کتاب آیا. یا حضرت دارم، اتاق در اتفاق تقارن دارد، تن در ابتلا. به پنهان بقیه منم که لا حزه، می دودم می بالا، می زندم علی علی.